نصرت و دوله پیغام میفرستاد که برای جوابگویی به خواستای شاه پول لازم دارم و طلبی را که از گذشته داشته مطالبه میکرد تاتیانا پا را در یک کفش کرده بود که میخواهد از ایران برود و دخترها را نیز با خود خواهد برد شاهزاده افسر که به کارهای ملکی او سرپرستی میکرد خبر داد که خشکسالی همه چیز را از بین برده و برای ترمیم چاها و نجات املاک باقی مانده پول میخواست سر ریجنالد هویر در آن هنگام در ملاقاتی با او نشان وعده داده شده در لندن را تقدیم داشت مراسمی که زانو زدن در برابر پرچم انگلیس از لوازم آن بود فردایش از زبان رضاشا در حضور جمع متلک دیگری در این باره شنید و دانست شاه به رابطه او با انگلیسی ها بدبین است امیدوار بود که وقتی نتیجه مذاکرات نفت آشکار شود همه خواهند دانست که او چه خدمتی انجام داده است نوروز بهاری گذشت که سالها بود چنین نگذشته بود پرزندانش همه رفته بودند و فقط ایران مانده بود. تهدید تاتیانا به راه انداختن جنجال و افشای کارهایش برای او نگران کننده بود. تیمورتاش فقط همین را کم داشت. سرانجام با رفتن تاتیانا فضا تا اندازه ای آرام گرفت. تیمورتاش ناگزیر شد که از شاه قرض بگیرد تا بتواند تاتیانا را راضی کند و راه بیاندازد. فقط سه روز پس از آن نشسته پشت میز کارش در دربار نفسش تنگ شد رنگ از رویش پرید و ناگهان افتاد دقایقی بعد با رسیدن پزشکان دربار از جمله پسر محتشم و سلطنه اسفندیاری تشخیص داده شد که سکته خفیفی در کار بوده است. دو روزی در خانه خوابید و در پی آن با اجازه شاه راهی شمال شد تا استراحت کند و روح و جان فرسودش را توانی ندهد. قطره آخری که فرو افتاد متلکی بود که شاه به تیموتاش گفت. نام از لندن برای تیمورتاش رسیده بود که در نهایت گفتگو درباره درآمد ایران از نفت را به پنج سال بعد موکول می کرد. وقتی این نامه را برای شاه می گفت یک بار چهره دیکتاتور در هم رفت و گفت در آن وقت چه اتفاقی می افتد؟ برای کی نگه داشتند؟ قلب تیمورتاش تیر کشید پس مخالفانش در قیاب او برایش چیزی ساخته بودند که کسی به اندازه تیمورتاش نمیدانست چقدر شاه درباره آن حساس است تیمورتاش برای استراحت بی سر و صدا ترین نقطه شمال را برگزید که در آن نه جمعیتی باشد و نه شهری بندر چمخاله و از دیوان بگی والی گیلان خواست که هیچ تشریفاتی برپا نکنند و فقط خودش بیرون شهر رشت منتظر باشد. در هوای گرم و دم کرده گیلان دیوان بگی در قهوه خانه بیرون رودبار منتظر ماند تا اتومبیل‌های سیاه و مجلل دربار رسیدند. علامت داد از اتومبیل اولی تیمورتاش و کیلولملک به هم سرش پیاده شدند از اتومبیل های دیگر محمد خسروانی رئیس دفتر تیمورتاش موسا فیز برادر همان ایسایی که در لندن بود فتولاه نوری اسفندیاری و همسرش تیمورتاش که بیمار و رنگ پریده بود ولی خود را شاداب و مقتدر نشان میداد هندوانه ای از دیبا گرفت و کنار درختی نشست و قاچ کرد آنها میخواستند نهار را بیرون شهر رشت بخورند بیان که کسی خبر شود راهی چم خاله شود دیوان بیگی که منصوب تیمورتاش بود و از دیرباز او را می شنخت در باغ محتشم محل زندگی والی گیلان دید که همسر دیبا با تیمورتاش چقدر مهربان است و او را سردار خطاب می کند تیمورتاش هم به او بلبل می گوید شایعاتی که شنیده بود باعث می شد در دل بگوید آیا تاتیانای دیگری در راه است تاتیانا نیز پیش از آنکه همسر تیمورتاش شود همسر تومانیانوس دوست او بود تیمورتاش میدانست شاه با او مهربان است و سعی می کرد هیچ کاری نکند که گذکی به دست آیرم و خفی نویسان نظمیه بدهد ولی نمیدانست که هر حادثه تصادفی و کوچکی خود میتواند در ذهن اینان ماجرایی شود چنانچه ندانست وجود یک کشتی باری در نزدیکی چمخاله چگونه دیوان بیگی را که دوست و منصوب او بود به وحشت انداخته که مبادا تیمورتاش قصد دارد از اینجا به روسیه فرار کند به دنبال این تصور والی دست به کارهایی زد که از چشم تیمورتاش که برای استراحت به آن ساحل دور و آرام آمده بود پوشیده من. دیوان بیگی اول به سراغ شیلات رفت تا ببیند که آن کشتی آنجا چه می کند. مباشر شیلات که اظهار بی اطلاعی کرد وحشت در دلش افتاد. باورش بود که اگر تیمورتاش از آنجا بگریزد رزاشا خاک او را به توبره میکشد از همین رو به فعالیت افتاد و از نظمیه رشت پاسبانهای مسلح خواست که دوروبر محل اقامت تیمورتاش را بگیرد. با رئیس نظمی گیلان هم خیال خود را در میان گذاشت. ساعتی بعد فکری که از اثر حضور یک کشتی در دریا پدید آمده بود روی میز آیرم قرار گرفت. تا فردا که آن کشتی باری رفت. پشت درختان جنگلی دهها چشم از دور چادری را که در کنار ساحل زده بودند میپاییدند در یکی از این چادرها تخت تیمورتاش را زده بودند میزهکاری کاری با یک چراغ روسی در آن بود و چند کتاب که آورده بود در چادر بغلی دیبا و بلبل سکونت داشتند بقیه همراهان در ساختمانی منزل کرده بودند صد متری دورتر تیمورتاش نمیدانست روابط او با وکیل الملک دیبا و همسرش در ذهن پر از عقده رزاشا و رئیس شهربانی او جرمی بزرگ محسوب می شود. داغ از وقتی که دهه شست عمر را پشت سر گذاشته بود ناتوانی هایی در خود می دید که او را از بسیاری از خوشگذرانی ها انداخته و منزه طلب کرده. آیا چنانچه بعضی روانشناسان معتقدند بزرگ شدن دخترانش در این منظه طلبی نقش داشت؟ یا آیرم که در جوانی در حادثه این مردانگی خود را از دست داده بود در انتقال اغده های درونی خود به شاه موفق شده بود؟ تیمورتاش که بارها خود در جریان بازی های شاه چه در دوران وزارت جنگ و چه بعدها بود باور نداشت که شایه روابط ویژه او با زنان در ذهن شاه یک جرم و گناه به حساب آید نمیدانست که مدتی از شاه در خلوت به اینوان به ویژه به تاج الملوک و ملک اسمت وقتی سخن از تیمورتاش به میان میآید میگوید چشمش پاک نیست این سفر که در آن تیمورتاش ساعتها در چادرش می نشست و به ترجمه متنی از روسی مشغول بود و اصرها نیز موسیقی کلاسیک شنیده میشد و حافظ خانی در میان بود آنچنان که قرار بود به چهل روز نکشید و پانزه روز بعد با رسیدن تلگرام محبت آمیز شاه پایان یافت. تیمورتاش به پشت میزش برگشت سر و صداها چند روزی فروکش کرد تا آنکه صبح که شاه با تغییر به تیمورتاش گفت این پسره کیه به دربار آوردی تو هر کاری فضولی و کسافت کاری میکنه و پرونده وکیل الملک دیبا بسته شد شایع سازان بر کناری او را به قمار شب قبلش با مجلل و دوله دولت شاهی پدر ملک اسمت مربوط دانستند. در این قمار دولت شاهی دویست هزار تومن باخت و همان شب سکته کرد. دخترش و دیگران سکته او را بان با باخت مربوط می دانستند ولی دیبا از جای دیگر می خود. او را تیمورتاش رئیس حسابداری دربار کرده و معتمد حسابهای خودش و به دستور تیمورتاش در همه آن سالها از خوی وکیل مجلس میشد. با این حرف شاه با این حرف شاه او به سرنوشت تلخی گرفتار آمد. محاکمه و به سه ماه حبس محکوم شد. در پایان حبس شهربانی به جرمان که به مامور دولت در زندان توهین کرده امر شاه را اطاعت کرد و در بندش نگاه داشت چندی بعد به زندان ملایر منتقل شد و آنجا قتلگاه او بود پایان کار تیمورتاش سه ماه طول کشید در این مدت او در پشت میزش بود و هر آن در انتظار حادثه ای. نخست دستگیری دیبا، بعد مذاکرات نفت و آمدن سر جانکیدمن به تهران و ادامه مذاکرات در حالی که همان دکتر ینگ جوان فارسیدان که سال پیش در لوزان با تیمورتاش گفتگو کرده بود نیز حضور داشت. ولی تیمورتاش در مذاکرات نبود. در طول این سه ماه تیمورتاش از میان شش فرزند خود فقط منوچه را در کنار داشت که در دانشکده افسری درس میخواند دوباری بلبل را دید ولی اون نیز جز گریه و زاری به سرنوشت شوهرش و در حقیقت سردار که او میدانست دیگر آن وزیر دربار سابق نیست کاری نداشت شبهایی که با شعر و موسیقی و شکوه و جلال تو هم بود اینک به سردترین شبها بدل شده بود تا سرانجام روز موعود فرا رسید دوم دی ماه 1311 مانند معمول پشت میزش به کار مشغول بود و غروب سوار بر اتومبیل شماره یک دربار به خانه اش رفت اما به جای علی اکبر پیش خدمت مشهدی دو معمول آگاهی در را به روی او باز کردند داخل شد و یک راست به اتاق کار خود رفت اسلحهش را از جیب بیرون کشید و در کشوی میز گذاشت و چند نامه خصوصی که داشت در بخاری انداخت علی اکبر وارد شد و خبر داد که فضل الله خان بهرامی رئیس آگاهی اجازه شرفیابی می بهرامی کاغذی لاک شده به او داد. نامه ای به امضای شکوه الملک رئیس دفتر شاه که خبر میداد دیگر شغلی در دربار نداری. بهرامی خود ابلاغ کرد که دو مامور در خانه میمانند تیمورتاش خسته گفت زندانی هستم جواب شنید فرمودند حق خروج از منزل ندارید و تیمورتاش معنای این سخن را خوب میدانست فردا داور آمد تا با دوست خود خداحافظی کند و به ژنو برود تیمورتاش و او هر دو اشک ریختند تیمورتاش فقط از این ستون باقی مانده از مثلث خواست که به مدرسه منوچهر در لوزان تلفن کند و از احوالش جویا شود نمیدانست که پیش از رسیدن داور به ژنو منوچهر از لوزان و ایران از لندن راه افتادند آنها میآمدند تا در غم پدر شریک باشند پنجاه و شش روزی که در پیان گذشت ایران در تمام مدت در کنار پدر شرح حکایت های او و سوز و نیازهایش را میشنید. در نامه ای به مهرپور از او خواست که ولیعت را راضی به نوشتن نامه ای به شاه کند شاید پدرشان از مرگ نجات یابد این نامه نکه اثر نداد بلکه مهرپور را از همکلاسی ولیعت معاف کرد سرور و سلطنه و ایران با التماس روزی هم موفق به دیدار تاج الملوک شدند ایران روی پای مادر ولیعهد افتاد و گریه سر داد او دیگران دختر سرخوش و شاداب با لباسهای دوخت فرنگ نبود اشرف که با خواهرش در اتاق دیگر بود بالاخره خود را به این اتاق انداخت و در بحث حاضر شد و به عهده گرفت که خود شبانگاه خلاصی تیمورتاش را از شاه بخواهد ایران او را نیز در آغوش کشید و سرور و سلطن شاهد بود که دخترش چه تلاشی برای نجات پدر می کند و پا به پای او می گریست. با رفتن آنها که امیدوار رفتند اشرف نیز سفره دلش را برای مادر گشود. او عاشق هوشنگ پسر تیمورتاش بود همان که در لباس دانشکده افسری دیده بود و قد و بالایی مانند پدرش داشت تاج الملوک که گوش های شمس را هم به این مکالمه نامحرم میدید پرید در را بست و اشرف را بغل کرد به او قول داد که خودش کار تیمورتاش را درست کند تا نیازی به وزاتت او نباشد و برای بستن دهانش به او گفت که فاش شدن سر او نه که کمکی به تیمورتاش نمی کند بلکه همه او و هم هوشنگ را به هلاکت می اندازد. با افتادن تیمورتاش از اقتدار تقیزاده فروغی و نواب برادران ماسونی که دل خونی از تیمورتاش داشتند آرام شدند اما آیرم همچنان به کار خود ادامه میداد او تنها با قتل تیمورتاش آرام می گرفت و سرانجام فرمان این کار را در اوایل مهر 1312 دریافت داشت. و این زمانی بود که کاراخان معاون تجارت خارجی شوروی به ایران وارد شده و در راه رسیدن به تهران بود تیمورتاش دو روزی از خوردن هرچه برایش میآوردند خودداری کرد گرسنگی حادث شده بود زندانیان زندان قصر فریاد زجه و زاری او را میشنیدند سرانجام علی مدوله که بدون خواندن تبابت پزشک قانونی مجلس شده بود وارد شد و چون حریف تیمورتاش نبود شکنجهگران زندان هم به کمکش آمدند فردای آن روز گلشایان مدعی العموم بهرامی رئیس تامینات دکتر قزل ایاغ، پزشک قانونی راسخ رئیس محبس علی دوله و سرهنگ سرداری رئیس پلیس وارد اتاق زندان شدند همان اتاق که نصرت و دوله نیز چند ماهی را در آن گذرانده بود تیموتاش روی تخت خواب چنان بود که گویی سال هاست از دنیا رفته است. جلادان پیژامه ابریشم سفید رنگ او را نیز در برش کرده بودند تا اثر زد و خورد آخر بر تنش پیدا نباشد این همان پیجامه ای بود که در سفر آخر در پاریس به سلیقه بلبل خریداری شده بود و مانند دیگر پیراهنها و زیرپوشهایش روی سینه آن ایتی دوخته شده.